سالم بگو. چه مسخره بازی؟ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
الاشراف
صدر اسلام در دوران جاهلیت خیلی بهش ظلم میشد، حتی مال یتیم رو میخوردن و خودش گرسنه میماند. به همین جهت هم شما تو قرآن ببینید چند بار سفارش یتیم شد، میفرماید فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. الان ایتام بالاخره سرپرستی دارن، کمیته امداد، جاهای مردم میان میپذیرن یتیم رو. گذشته یتیم خیلی اذیت میشد. خب یتیم آمد گفت گرسنه، نان دادن به یتیم. بعد اسیر آمد، اسیری که آمده مسلمان نبوده، چون اسیر کافره، تو جنگ ها از کفار اسیر میگرفتن. حضرت فرمود عیبی نداره بقیه نانم بدید به اسیر. اگه یه شب بوده، اگه سه شب هم بوده، یه شب مسکین، یک شب یتیم، یک شب اسیر، خیلی فرقی هم نمی کن نتیجه. خب بعد از اون سوره هل اتا اینجا نازل شد، 18 تا آیه که 5 ویژگی این خانواده رو بیان می کنه. من اون 5 تا رو برای شما عرض کنم. 1. یوفون به نظر. اولین ویژگی اینا این است که به نظرشون وفا کرده، گفتن روزه میگیریم، روزه گیریم. متاسفانه بعضی ها با این نظری که میگنن، قولی که میگن، وعده‌ای که میگنن، عمل نمیکنن. کسی نظر کنه انجام داده، کفاره داره، وعده ای میده، قسمی میخوره، به نظرشون وفا کرده. این یه ویژگی. ویژگی دوم که بسیار مهمه، اینا یطعمون طعام علی حبه. یه وقت بودم غذاشو میخوره، سیر میشه، یه نیازی هم نداره، یه بدید به فقیر، تالار عروسیشو میگیره، همه میان میخورن، همه اضافی ها شدن تو کارش نمیشه کرد، نه خب بدید به فقیر. این یطعمون طعام علی حبه نیست. یطعمون طعام علی حبه یعنی آدم غذایی که خودش نیاز داره بده، دوست داره، که تمیزتره، قبل از اینکه بخوره اینا به اینجونه، نمیش داشته اینا نبود که پاستا اون مخته باشن، درداشت کرده باشن، سیم شده باشن، درداشت اضافه باشن، نه همه اینا رو دارن، خودشون از خودشونن با ما افتار کنن. این چیه که سار میدار اگر این مثل این چیه رو بیشتی دار مثل که من در اینا رو آمده باشن
الله مشان مين بيت الله Thank you.
سمت خوزستان اینا بوده ولی این منطقه نبوده. اینا از کجا هم بوده؟ Thank you.